درود رفقا، جلسه جدید آموزش آوازمون هستیم. بچه ها از این جلسه به بعد دیگه من هم سعی میکنم از متدای روز دنیا استفاده کنم، هم از متدایی که خودم درست کردم واسه آموزش و ازشون نتیجه گرفتم توی این چند سال. خب توی این چند سال من کنار گیتار همیشه آواز هم به هنرجوام آموزش دادم. یعنی من بخش آموزش گیتارم همیشه اینجوریه که وقتی بچه ها میان سر کلاس ازشون میپرسم، میگم علاقه تو چیه، به آواز یا فقط به نوازندگی؟ اگه به نوازندگی باشه میرم سراغ خب 100% تئوری و ببینم حالا کلاسیک، فلامینکو، جاز، هر چی خودش دوست داشته باشه. اگه علاقش به سمت زدن و خوندن باشه 100% بهش پیشنهاد میکنم که آوازم باهاش کار کنم. و آواز اون بخشش دقیقا این مطالبیه که دارم توی این جلسات به شماها یاد میدم. تا امروز ما وارماپو یاد گرفتیم، بعد اومدیم صدا سازی وارماپو کار کردیم، بعد اومدیم ویبراسیون رو من به شما یاد دادم و امیدوارم که نتیجه گرفته باشین از تمریناتتون تا به امروز. از الان به بعد دیگه میخوام برم سراغ تحریر. این جلسه بچه‌ها خیلی جذابه. بریم ویدیوهای بعدی بهتون بگم چرا. من امروز میخوام بهتون ساده ترین روش عوض کردن نوت صدا رو یاد بدم. یعنی ما بیایم امروز 4 تا نوت با هم دیگه عوض کنیم، یعنی 4 تا نوت رو کنار هم بخونیم. در کنار چه چیز جذابتری هم امروز براتون دارم. امروز میخوام درجات آکوردم با هم دیگه بخونیم. خیلی ها شاید متوجه حرف من نشن، حتما بهتون پیشنهاد میکنم ویدیوهای آهنگسازی منو ببینید، مخصوصا بخش تئوریش، چون خیلی بچه ها جلسات من به هم مربوطه. اولا به بچه های آواز پیشنهاد میکنم آموزش گیتارمو ببینن، آموزش آهنگسازیمو ببینن. این ستا رو من دارم موازی میبرم جلو، به خاطر اینکه یک سال دو سال دیگه همتون یه دفعه با یه محتوای عجیب و غریب روبرو میشین. یعنی انقدر سعی میکنم پختتون کنم توی موسیقی که هر کدومتون فردا روز واسه خودتون یه شخصیت هنری کامل داشته باشین، حداقل توی موسیقی. و من این کارو براتون میکنم دیگه، برمیگره به تمرین خودتون و دیدن خوب محتواها و تمرین کردن. امروز میخوام براتون از فاصله بگم، درجات آکورد بگم که به هم مربوطن این دوتا. یعنی وقتی که مثلا میخوام یه مثال ساده براتون بزنم، یه خواننده داره میخونه، یه دفعه زیر صداش همون خواننده انگار شروع میکنه یه جور دیگه خوندن. این ساده ترین حالتیه که میتونم بهتون بگم برای بچه‌هایی که نمیدونن فاصله خوندن یعنی چی. یه دفعه میبینی همون خواننده صداش میاد، حتی شاید شبیه اون خواننده هم نباشه چون داره یه جای دیگه میخونه، ولی این دوتا خیلی با هم خوشگل شدن. یعنی صدای خواننده دوتا شده یا سه تا شده و خیلی اینا با هم دیگه خوشگلن، ولی وقتی به تک تکشون گوش میدیم اینا با هم فرق دارن. میگه ای این داره یه چیزی میخونه، اون زیر داره آرومتر یه چیز دیگه میخونه، چیه داستان؟ داره فاصله میخونه. شاید خیلی‌ها بگن وای الان خیلی زوده واسه فاصله یاد دادن، اما بچه‌ها نگران نباشین، من نمیخوام همشو بهتون بگم، میخوام موازی و آروم ببرمتون جلو که از همین الان متوجه اونم بشین. در ابتدا یه توضیح کوچولو میدم بعد میرم سراغ اجرا کردن با گیتار. این جلسه بچه ها روی پیانو هم نوتا رو بهتون میگم، بچه‌هایی که گیتار ندارن، ولی بهتون پیشنهاد میکنم که گیتار بزنید و راحت تر میتونید یاد بگیرید چون گیتار ریتم هم داره بچه‌ها. خب و مهمتر این که ساز همراه بسیار بهتری از پیانو واسه وکال، واسه آواز. اینو بعدا متوجه میشین در ادامه. خب بچه‌ها میخوام چیکار کنم؟ لا مینور ما اگه یادتون باشه جلسات آهنگسازی گفتم 3 تا نوت توشه. یعنی بچه‌ها واسه بچه‌هایی که نمیدونن، ما یه نوتو وقتی میزنیم یه نوتو داریم میزنیم، اما یه سازایی مثل گیتار، مثل پیانو که میتونن چند تا نوتو همزمان صداشو در بیارن، به این چند تا نوت ما میگیم آکورد. یعنی مثلا 3 تا نوت دیگه کوچولوترین آکورد 3 تا نوت همزمانه بچه‌ها. یعنی 3 تا نوت رو پیانو یا روی گیتار که مثلا 6 تا سیم داره میزنیم، 3 تا نوت ما همزمان صداشو در میاریم. این 3 تا نوت میشه مثلا لا مینور. چون شما دیدید مثلا نوت لا رو ما میگیم لا، یه دونه لا میزنیم، یه دونه نوت لا. اما لا مینور یه آکورد کامله. رو گیتار هر 6 تا سیم ما میزنیم، رو پیانو 3 تا نوتی که لازم داریم ما میزنیم. اینا رو همه رو من توضیح دادم توی آهنگسازی بچه‌ها، خیلی هم ساده است، خیلی آسونه، یعنی یاد میگیرین همتون، حتی اگه هیچ اطلاعات موسیقی هم نداشته باشین. از صفر گفتمش، تو 2 جلسه 3 جلسه تمومش کردم. خب بچه‌ها ما وقتی یه آکورد میزنیم 3 تا نوتو همزمان میزنیم، جالب بهتون بگم خواننده میتونه هر ستای اون نوتا رو هم بخونه و این 3 تا نوت رو همه که دوتاش کمتره، شما داری 2-3 تا صدا از خواننده میشنوی. حالا وقتی این آکوردا پشت سر هم میره و این ملودی رو آهنگساز مینویسه، خب این نوتا در حال تغییره دیگه، اینجوری داره تغییر میکنه، اون دوتای دیگه هم داره اینجوری به همون نسبت تغییر میکنه و اینا فواصل رو میسازن، این هارمونی خوشگل رو درست میکنه. مثلا
توی ویالونا و استرینگ ها هم استفاده میشه. یعنی دفعه چند خط مثلا ویالون یه ارکستر یا با هم شروع میکنن زدن، اینا همه روی نوت نمیرن، خب خیلی مسخره میشه. اینا میان فواصل رو اجرا میکنن. ما یه فاصله داریم، یه اکتاف داریم. امروز میخوام جفتش رو بهتون یاد بدم چه شکلیه. بریم سراغش. خوب گوش کنین بچه ها، میخوام یه توضیح کوچیکی بدم که همه تون متوجه بشین، حتی کسایی که گیتار نمیزنن. بچه ها این سیما تنهایی روی گیتار هر کدوم یه نوتی رو میزنن برای ما، یعنی هر کدوم رو یه قانونی گذاشتن که هر کدوم یه نوتو بزنه. مثلا سیم 6 و 1 با هم همصدان، جفتشون میان. حالا درسته تو میگی این صدا کلفته، این صدا نازکه. آره، این دقیقاً همون داستان اکتاف هاست که بهتون گفتم. این دوتا با هم دیگه دو اکتاف فاصله دارن، به خاطر همین انقدر صداهاشون بم و زیره. خب مثل صدای خانم و آقا که توی گروه کور وای میسن، آقای میخونه خانم هم میخونه، در نهایت صدا قشنگه و در کنار هم همون نوتو دارن میخونن، ولی این نازکه اون بیسه. خب دیدیم مثلا ما باره میگیریم، میخوایم دو تا سیمو با هم نوتاشو عوض کنیم. وقتی ما فرت میگیریم داریم در از صدای این دو تا نوتو عوض میکنیم. تمام این سیمو هر کدوم یه اسمی دارن. حالا جریان آکورد روی گیتار چیه؟ بچه‌ها من اینو کامل توضیح دادم تو بخش آکورد سازی و حتما ببینید، خیلی جذابه واسهتون میدونم. ببینید بچه‌ها، در جریان آکورد اینه که ما میایم مثلا میگیم یه سری سیمامون در حالت آزاد درستن، ما میایم اونایی که غلطن رو عوض میکنیم، میگیریم جلوتر اینجا اونا رو میگیریم که صداهاشون بیاد تو اون چارتی که ما لازم داریم. مثلا من بهتون میگم لا مینور لا دو میه، خب تو سری میگی آخ چون سیم 6 و 1 هم میه، سیم 5 هم لاه، پس نمیخواد اینا رو تغییر بدم. اینو خودشون درست صدا میدونن، صدا میدن تو لا مینور. اما این سه تا فرق میکنن، این باید سی دو بشه، این باید می بشه، این باید لا بشه، چون در حالت آزاد اینا ر و سول و سی هن. اینا میدونم براتون یه ذره پیچیده است، بیاین بخش آکورد سازی آهنگ سازیم قشنگ متوجه میشین چی میگم. خلاصه این آکورد لا مینوره و ما توی لا مینور سه تا نوت داریم، میتونیم حتی حفظ کنیم این قضیه رو. لا دو می، لا اینه، لا دو مونم اینجاست، می مونم اینها، اینم میه حتی. خب حالا میخوام بخونم تک تک. میخوام 4 تا دونه آکورد پشت سر هم بگیرم، خب یعنی 4 تا آکورد معروف که بازم توی آهنگسازی بهش پرداختم، لا مینور، سول ماژور، فا ماژور و می ماژور، و نوت هامو نسبت به این 4 تا آکورد عوض کنم. پس بچه‌ها ما اول باید بدونیم هر آکوردمون چه نوت هایی داره، بعد شروع کنیم با این نوت ها بازی کردن. میخوام بهتون بگم لا مینور میگه لا دو می، میخوام از لا شروع کنم، اگه اسمش لا نیست از خود لا شروع کنم. لا، خب سول ماژور، نوتاش به ترتیب میشه سول، سی و ره. خب میخوام از سولش شروع کنم، یعنی اینجا بگم لا رو بخونم، اینجا سول رو بخونم، رو فا ماژور فا رو بخونم، رو می ماژور می رو بخونم. یعنی راحت ترین هدفی که میخوایم بریم جلو، یعنی بگیم لا سول فا می. خب بریم بخونیم ببینیم چه اتفاقی میفته این نوتا رو. خب نوتایی که میخواییم بخونیم رو میزنم اول. سیم 3 فرت دوم میشه لا، بچه رو پیانو هم اینا رو میگم، لا، بعد آزاد سول، سیم 4 فرت 3 فا، سیم 4 فرت دوم میشه می. میخواییم بگیم لا سول فا می. حالا در مورد خوندنش چجوری بخونیمش. اول که یه بار اصلا با نوت میخونم، ببینید لا سول فا می، اینجا ممکنه برای یه سریای زرم مثلا پایین بالا باشه، اکتاوش هم میتونید بخونید. مثلا خانم ها میتونن بگن اینجا از اینجا بخونن لا سول فا می، این نوت هم میتونن بخونن و جالب جفت اینا با هم کوک درسته، هر کدومو دلتون خواست بخونید، اتفاقا زیبایی خودشو داره هر کدوم از اینا و درسته. لا سول فا می، حالا میخوام رو آکورد بزنیمش. فقط بچه ها دیگه نمیگم لا سول فا می، میخوام همه رو بگم لا، فقط نوتو تغییر بدم. خب لا 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 لا، چرا آ نمیگم؟ بعد یا تو وقتی میخواین آ بگین، به جای اینکه بگین آ میگین آ، میدونی یه ذره گلیس میکنی تا به این نوته برسین، نمیتونی زود بگینش. اصلا تمرین ما اینه که شما بتونید سری نوتو بزنی، بالا پایین نباشه، ناکوک نباشه، سری بگی لا. یه بار اول میشنومش، لا سول فا می، لا سول فا می. حالا ریتم دو چهار باش میزنم، حالا چقدر خوشگل میشه. لا لا لا
اکتاو بالاش بود. اون که خانوما بود اکتاو بالا بود، اون که بالا آقایون یا خانوما فرق نداره بود اکتاو پایین بود. یه اکتاو پایین تر هم میشه رفت ولی تو صدای من نیست، خیلی برام سخت خوندنش. که از این شروع کنیم. سول فا می، ببینی چقدر بالا پایینه، میگم بالا پایینه. لا سول فا می. این بچه این نوت برای سریا معقول و راحته ها، برای من سخته. صداهای بیستر داریم، آقایونی داریم که صداشون بیستره، خیلی راحت این نوت ها رو میخونن. مثلا یه وقت فکر نکنیم مثلا صدای شما ایراد داره، اگه داری اینو خوب میخونی اینو نمیتونی بخونی یا اینو نمیتونی بخونی، اصلا مهم نیست، هر کسی صداش یه جاست و این منحصر به فرد بودن صداهای مختلفه. خب حالا بچه‌ها من یه توضیح ریز بعدا در مورد پیانو هم میگم که این نوت‌ها رو بتونین رو پیانو هم بزنین. بذارین من برم سراغ درجات دیگه ی آکورد. حالا بچه‌ها میخوام برم سراغ فاصله سوم آکوردم، درجه سوم آکوردم، فاصله سه که میگن اینه منظورشون. ببین میزنه لا مینور دو داره، سول ماژور سی داره، فا ماژور لا داره و می ماژور سول دیز. میگیم دو سی لا سول دیز، همه رو بالا میخوام بگم لا 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 لا. حالا میخوام اینو بخونم لا 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 لا. ممکنه یه آقایی بیاد بخونه بگه آقا این نوت برام خیلی بالاست، حنجرم داره اذیت میشه، بی خیالشو بیا این نوتو بخون. سول دیز سیم 6 فرت 4. حالا میخونم با گیتار لا 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 لا. این درجه سوم. میخوام برم سراغ درجه پنجم آکوردم. لا مینور بچه ها می داره، سول ماژور ره داره، سیم دو فرت سه، فا ماژور دو داره و می ماژور سی. یعنی بازم خیلی باحاله، پشت سر هم بازم میگه می ره دو سی. حالا نمیتونیم بخونیم، میگیم می ره دو سی. حالا با لا میخونم اکتاو پایین برای آقایونی که صداشون بیستره. اینا میگه لا 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 لا. یه ویدیو سورپرایز میخوام آخر این پست بذارم که هر شش تا درجاتی که شنیدین توش بخونم، یعنی می اکتاو، لا اکتاو، دو اکتاو، یعنی 6 تا آرش با هم دیگه این نوت‌ها رو همجوری لا 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 بخونن. خب پس حتما اونو نگاه کنید، یه چند ثانیه‌ای که فقط بخونم ببینید چه هارمونی خوشگلی ایجاد میشه. ببین میگن یه هارمونی قشنگ ایجاد میشه و درجات مختلف رو اینجوری میتونیم تمرین آواز کنیم بچه‌ها، نوتامونو کوک کنیم. این بهترین تمرین سولفج، فاصله خوندن و آشنایی با درجات آکورد هستش. بریم قسمت پیانوش هم من رکورد کنم بتونشون بدم چجوریه و اون ویدیو آخر. خب بریم سراغ پیانو بچه ها. پیانو خیلی راحت تر از گیتاره. یه توضیح براتون بدم بچه ها، روی گیتار ما 1-3-5 آکورد درست میکردیم. بچه هایی که نمیدونن من دارم در مورد چی صحبت میکنم، ویدیوهای آهنگسازی ما حتما ببینن، بخش آکورد سازی رو کامل متوجه میشین. بعد بیاین روی پیانو دیگه قشنگ کامل براتون جا میفته. بچه‌ها نگاه کنید، میخوام لا مینور بگیرم. از نوت لا با انگشت کوچیکم، انگشت شماره 1 پیانو از این ور از سمت چپ 1 2 3 4 5 میام جلو، 5 نوت پشت سرم سفیدو میگیرم، کلاویای سفید. چون کلاویای سفید بچه‌ها نوتای سادن دیگه، یعنی مثلا از اینجا میشه دو ره می فا سول لا سی دو، اینا رو قبلا گفتم درس صدا سازی من. حتی این وسطی مشکی اون دیز بمولان مثلا
این که این وسط دو ره قرار میگیره، اگر دو بگیم میشه دو دیز، اگر ره بگیم میشه ره بمول، یا میگیم ره رو بیا عقب برس به این، یا میگیم دو رو برو جلو، یا مثلا از ره میگیم این ره دیزه، اگه بخوایم از میاد رس بدیم میگیم می بمول. پس یه جورایی می بمول و ره دیز با هم مساوی هن تو بحث پیانو و گیتار. و کلا البته بچه ها تو موسیقی سنتی استثنای کوچیک هست که اصلا به کار ما نمیاد، ولی اینا توی بحث ما مساوی هم دیگه، یعنی می بمول مساوی ره دیزه. اوکی، یعنی اینا دو اسمن، نه که اینا با هم، نه این دو اسم هست، هم از این هم از این. خب بریم سراغ آکوردمون بچه ها. 5 تا نوت پشت سر همو ما میگیریم اینجوری، این میشه لا. اوکی، ولی صدای بعدی میده. اینو من توضیح دادم، گفتم ما فقط درجه 1 3 5 رو نگه داریم، 2 4 رو نمیخوایم، ولش میکنیم. حالا نگاه، این قشنگ صدای لا مینور شد. بیشتر از این اگه توضیحات میخواین برین تو بحث آکورد سازی، بعد بیاین اینجا کامل دیگه متوجه میشین. من میرم جلو بچه ها. این لا مینوره، بیام عقب میشه سول ماژور، یه دونه بیام عقب میشه فا ماژور، و یه دونه دیگه بیام عقب میشه می ماژور. من تا اینو باید روی سول دیز بگیرم، چون می ماژور سول دیز داره. نکتمون اینجاست بچه‌ها. خب حالا میخوام بخونم بچه‌ها. چه جوری فواصل صدایی رو اینا شروع کردیم خوندن؟ اول یه بار انگوش کوچیکه رو میخونم حرکتشو. خب روی آکوردا. بعد انگوش شماره سومم، بعد انگوش شماره پنجمم، این انگوش وسطی و انگوش شستم. خب بریم سراغ خوندنش. اول میخوام اینو بخونم. نگاه، میگه لا لا سول فا می. اینو دارم میخونم و با اینا کاری ندارم. ببین لا سول فا می داره میره این بر، یعنی دونه دونه میگه لا سول فا می. یه بار اینو خوندم، لا سول فا می هم نگفتم، آه گفتم، یعنی گفتم این که دارم بچه ها میگم این کار کردم واسه ویدیو بعدی، یا بعد از این ویدیو میخوام براتون بذارم، اتفاقی که افتاده دارم براتون الان توضیح میدم رو پیانو. دفعه بعدی اومدم انگشت وسط رو خوندم. نگاه، اول بشنوم، این نیست، دوه، لا مینور دو داره، میگه بعد به سول دیز رسیدم، ببخشید، آخری سول دیزه. حالا میخونم ببینید، انگشت وسط، نگاه کن اینجاست، رو هر چهار تا این آکوردا خیلی خوشگل صدا داد. حالا میخوام انگشت شست رو بخونم بچه‌ها، اینو منتها اکتاوشو خوندم من اونجا، گفتم، یعنی گفتم اینجوری خوندمش. بریم بخونیم با آکورد، حالا اینه، پس این چهار تا رو، چهار تا از لا، چهار تا از دو، چهار تا از می، یعنی گفتم لا سول فا می، بعد گفتم دو سی لا سول دیز، بعد گفتم می ره دو سی، این چهار تا رو خوندم. ویدیوی بعدی رو ببینین، خیلی جذاب میشه.